شهرام معززی هستم و امروز 27 بازرماه سال 1394 هستیم و در خانه هنرمندان ترتیب در کارخانه ممیز ترتیب یه نمایشگاه رو دادن از کارها و اولین باری که تو مملکت خودم با زبان فارسی دارم صحبت میکنم و این برای من بسیار با ارزشه، برای اینکه من همیشه با به زبان فرانسه بوده که صحبت کردم، یعنی که خوشحالم. ببین شما نقاشی را کی شروع کردید؟ من تا اونجایی میدونم شما آرشیتک هستید. بله. گزار تموم کردید. بله. من نقاشی رو از سن 13-14 سالگی شروع کرده بودم با یه معلم خصوصی در خونه، ولی با من رنگ روغن کار میکردن و یه مقدار منو آزار میداد رنگ روغن. سوژه هاش بود فقط من آزار میداد. اون با آفتاب رو میخواست ازم بکشن یا میخواست که مثلا یه روز رو بکشم یا یه برگ درخت رو بکشم. یه آزار دهنده بود و سالها نمیفهمیدم چرا آزار میدم. بعدها فهمیدم که اون چه که میبینم رو دوست دارم بکشم. دوست دارم اون چیزی رو بکشم که دیده نمیشه. یعنی اون چیزی که توی ذهنم هست. هیچ وقت علاقه ای به کشیدن چیزی که چشم میبینه نداشتم، برای اینکه فکر میکنم چشم دیگری هم بزنید و اون چشم رو هر کسی نمیبینه. اونو من بیشتر دنبالش هستم تا دیدن دریا و کشیدن یه چیزی که به این صورت هست. برای چه تو شده که کارای شما یه امپرسیون فرش ایرونی داره؟ فرش ایرونی و شعر ایرونی از نظر من بزرگترین و با ارزشترین هنر از قرن‌ها پیش. شعر ما از نظر من جای نقاشی و جای مجسمه سازی و جای هنرهای که تو اروپا و جاهای دیگر ما می‌بینیم، در ایران این به صورت شعر بوده که بیان شده و در اوج از نظر من ایران در اوج بالاترین اوج شعرش هست. حالا ولی در نقاشی ما کار زیادی نداشتیم. بعد چند دومین نمایشگاه؟ در ایران این اولین نمایشگاه. من برای همین میگم خوشحالم به فارسی دارم. حالا شما اولین جواب من رو دارید. کجا نمایشگاه داشتیم؟ در خارج از اینجا، در فرانسه، در بلژیک، در فرانسه شهرهای مختلفش از لیون گرفته تا پاریس. پاریس آخرین نمایشگاه پاریس بوده تو ماه نوامبر تو سالن دوتوم بوده و دیگه ایران هم که اولین نمایشگاه بود. خب حالا پرنده خیال، سه پرنده خیال، دو از یک دو خیال این هم که زار فیس دو سان، این هم داستانی است از مثنوی معنوی آن فرانسه این داستانی مثنوی اسم تیجی بوده که میره سفر به هندوستان میکنه و تو راهش همه میبینن یاد میره رازی که چجوری آزادگی بشر باشه. آن فرانسه اون قطعه لیبه خیلی تو Deuxième fois, il peut parler nous sommes les chansons. Qui est quel nom? Je m'appelle Chalamoise. Je suis depuis décembre 2000.